زیرکش سلمکس. واژه زیرکش برمیگرده به دوران ساسانیان که از الهان موسیقی قدیم ایران بوده و در دوران ساسانی ابداع شده. فرصت شیرازی زیرکش رو نام جدیدی بر حسینی میدونه، بر مقام حسینی، چون ما میدونیم در گذشته 12 مقام داشتیم که یکی از اونها حسینی بود و بعدها زیرکش به عنوان نام دیگری برای حسینی مطرح شد و واژه هایی مثل زیرکش اشیران یا زیرکش خاوران و همچنین زیرکش سلمک که امروز بهش مهم بپردازیم به وجود اومد. سلمک یک موسیقیدان نامداری بود که در دوران هارون الرشید عباسی زندگی میکرد. از اونجایی خیلی نزد ایرانیانشون مطرحه که احتمالاً با وزن رمل یک آهنگی رو اختراع یا ابداع میکنه. گوشه سلمک یا زیرکش سلمک به او منصوبه. همچنین میگن که او یکی از آهنگهای رمل ابن مهرز رو پسندید و اون رو به فارسی برگردوند. رو شعر فارسی احتمال گذاشت و تغییراتی داد و همین دلیل بین ایرانیان خیلی معروف و مشهور است. خود واژه زیرکش به معنی به زیر کشیدن یا صدا رو زیر کردن هست. در ردیف معمولا زیرکش سلمک قبل از سلمک میاد که من نسبت به این انتقاد دارم، چرا که از لحاظ مقامی اگر بگیم سلمک روی درجه چهارم شور قرار گرفته، زیرکش سلمک روی درجه پنجم شور قرار گرفته و به هر حال باید بعد از اون بیا. در ردیف استاد عبدالله دوامی اتفاق افتاده و بعد از سلمک اومده، ولی اکثرا ردیف میرزا عبدالله یا میرزا حسین قلی و دیگران زیرکش سلمک رو قبل از سلمک عنوان کردن که از لحاظ طبقاتی به نظر من ایراد داره. تا مطربان زنند لبینا و هفت خان، در پرده عراق بم و زیر سلمکی. شعریست از منوچهری. زیرکش سلمک به طور خیلی ساده ما رو از فضای شور به سمت فضای دشتی میبره، یعنی درجه پنجم شور رو معرفی میکنه. حالا در اینجا که ما شور سل داریم میزنیم، نوت ر مطرح میشه و همونطور که در دشتی ما ر رو گهگاه تغییر میدیم و همزمان از دانگ دو ر کرون می به مول فا که یک دانگ شور هست و همچنین از دانگ دو ر می به مول فا در یک زمان استفاده میکنیم، حال و هوای دشتی ایجاد خواهد شد. یعنی هم ر عادی داریم هم ر کرون. و البته دائما مثل دشتی دوست داریم برگردیم به دل شور و به سمت سر.